همه باندهای حکومتی از بیت خامنه‌ای تا باند رفسنجانی روحانی فریاد و فغان سر دادند و به هم نسبت به انفجار اجتماعی هشدار می‌دهند. به نوشته سردبیر روزنامه حکومتی ابتکار، همه ما در یک کشتی نشسته ایم و یک سرنوشت داریم. سه روز بعد از روز جهانی کارگر، یک کارگزار رژیم اعتراف کرد که علت اجازه ندادن به کارگران برای راهپیمایی روز کارگر چیزی جز وحشت از انفجار اجتماعی نبوده است. سعید لیلاز، اقتصاددان رژیم، طی مصاحبه‌ای با روزنامه حکومتی ابتکار 14 اردیبهشت گفت: همانطور که دیدیم، دستگاه‌های امنیتی با درک شرایط خطیر در جامعه اجازه راهپیمایی روز کارگر را ندادند. این کارگزار رژیم در جای دیگری از صحبتش از شرایط خطیر و انفجار اجتماعی یاد می‌کند و راهنمود می‌دهد که برای اینکه بتوانیم جلوی انفجار اجتماعی را بگیریم، باید دو کار بسیار مهم انجام دهیم. نخست اینکه هر چه سریع‌تر نرخ بیکاری را به زیر 10% کاهش دهیم و دومی که قدرت خرید شاغلان فعلی را حداکثر تا سال آینده احیا کنیم. اینکه رژیم آخوندی بعد از 35 سال خرابکاری و فساد و دزدی و تخریب زیرساخت‌های تولید ایران بتواند این دو قلم کار اساسی را انجام بدهد، یک رویای تحقق نیافتنی است. زیرا در همشکستگی اقتصادی رژیم به جایی رسیده که از پرداخت حقوق کارمندان خودش هم عاجز مانده است. از سوی دیگر 97% مردم اولاً در طرح نه به یارانه به رژیم آخوندی نگفتند و دست رد به سینه رژیم زدند. ثانیاً نظام زهرخورده آخوندی لرزانتر از آن است که بتواند با چماقداری و بگیر و ببند جامعه جوشان ایران را ساکت کند. حتی در همین چند روز اخیر، بلافاصله بعد از روز کارگر، فریادهای مرگ بر غارتگران و وزارت صنایع این آخرین هشدار است، از حلقوم کارگران مخابرات راه دور شیراز برخاست. دو روز قبل از آن کشاورزان خشمگین رودبار جنوب به فرمانداری این شهر حمله کردند و شیشه های آن را شکستند. اعتراضات گسترده کارگران لوله‌سازی اهواز در روز 14 اردیبهشت در مقابل مجلس ارتجاع و برگزاری مراسم روز کارگر در شهرهای سنندج، سقز، بانه، پاوه، مریوان و دیگر شهرهای میهن نمونه‌های برجسته همین ناتوانی رژیم آخوندی از مهار خشم کارگران و زحمتکشان میهن است. ثالثاً در دوران زهرخوردگی و سرنگونی رژیم، هر اقدام به اصطلاح ضد انگیزه‌ای، آنچنان که این کارگزار رژیم میگوید، قادر نیست این رژیم را نجات دهد و عکس عمل می‌کند. مانند طرح توزیع سبد کالا، بسته که ظاهراً هدیه‌ای بود از طرف دولت برای کمک به اقشار ضعیف، اما نه تنها کسی از این به اصطلاح طرح ضد انگیزه‌ای تشکر نکرد، بلکه فریادها علیه رژیم بلند شد. آنچه باید رژیم آخوندی بعد از نوشیدن جام زهر اتمی بنوشد، نه طرح‌های ضد انگیزه‌ای برای جلوگیری از انفجار اجتماعی، بلکه نوشیدن جام زهر حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران است که البته در آن صورت از رژیم آخوندی با 35 سال جنایت و شقاوت علیه حقوق بشر مردم ایران اثری باقی نخواهد ماند.